آقای رئیس جمهور فرانسه، موسیو لو پرزیدانت، نظر شما درباره این افراد چیه؟ اینها جوانان محلات پاریس هستند که شجاعانه دنبال این هستند که حقشون از شما بگیرن. این عین الفاظی که شما در بیانیه مشترکی که با رئیس جمهور آمریکا درباره آشوب‌های ایران منتشر کردید استفاده کردید. چرا الان کسی از انقلاب 2022 فرانسه حرف نمیزنه؟ چرا کسی هشتگ رولوسیون 2022 نمیزنه؟ چرا کسی نمیاد اون شعارها رو مطرح بکنه؟ وقتی الان توی کف خیابونهای پاریس تروریست‌های PKK دارن فعالیت میکنن، کسی نمیگه اینها اقلیت‌های کرد هستن که دارن فعالیت میکنن؟ چرا الان شما نمیای بپذیری مناطق مختلف کشورت رو موناکو رو تحویل این گروه PKK بدی؟ بگی آقا اینها حق دارن پرچم داشته باشن، یک بخشی از اون رو در اختیار خودشون بگیرن. این چه اتفاقی که الان داره میفته؟ چرا کسی درباره همه سرکوب‌هایی که پلیس فرانسه داره رقم میزنه صحبت نمی‌کنه؟ این برخورد خشن یعنی چی؟ نزنید مردم رو آقای مکرون، نکشید مردم رو آقای مکرون، اجازه بدید این جوانان شجاع حقوقشون رو مطرح بکنن، آزادی رو مطالبه بکنن. مگه اینها همون صحبت‌هایی نیست که شما مطرح کردید؟ همین الان مگه ندیدیم شما آشوب‌های ایران رو انقلاب نامیدید؟ الان آشوب‌های خیابون‌های پاریس چیه اسمش؟ الان این که میان این اتفاقات رو رقم می‌زنن چیه اسمش؟ این تصاویری که شما الان همزمان با صحبت‌های من دارید می‌بینید اسمش اعتراض یا آشوب؟ سال نو مردم فرانسه رو به هم ریختن اسمش اعتراض یا آشوب؟ چرا اجازه نمیدید پرچم خودشون رو داشته باشن؟ چرا اجازه نمیدید حرفشون رو بزنن؟ اینا جوانان شجاع فرانسوی هستن، باید نشریه تایم بیاد اینها رو به عنوان شجاع‌ترین افراد سال انتخاب بکنه. چرا این اجازه رو نمیدید؟